امروز یک شنبه تاریخ 14 مارس سال 2010 میلادی در شهر پاریس در خدمت خانم دکتر بهیه جیلانی هستیم تا در رابطه با موقعیت کنونی جنبش زنان ایران در جامعه ایران و رابطه این جنبش با جنبش کنونی مردم ایران که موسوم به جنبش سبز به بحث و گفتگو بنشینیم. در آغاز از شما بسیار سپاسگزارم خانم دکتر بهیه جیلانی که وقت خودتون رو در اختیار ما قرار دادین تا در رابطه با موقعیت کنونی مبارزه پیگیر زنان کشورمون با هم به بحث و گفتگو بنشینیم. دیدگاه شما در رابطه با موقعیت کنونی مبارزه زنان میهنمون چی هست؟ درود و سپاس فراوان از شما. این سوال بسیار سوال بجایی است، زیرا ما 8 دسامبر رو پشت سر گذاشتیم که روز زنان بود و زنان 8 مارس مارس ببخشید و این جنبش نشان داد که زنان ما به بلوغ فرهنگی رسیدند تا بتوانند در آینده ایران نقش مهمی رو بازی بکنند و این جنبش، جنبش مبارزاتی زنان، مدتش بیش از جنبش سبز و میشه گفت مبارزات زنان ایران از سالها قبل آغاز شده برای حقوق اولیه خودشون و امروز زنان ما در کنار مردان ما در حال مبارزه هستند و مطمئن هستم که به حقوق شایسته خودشون به زودی خواهند رسید. یعنی امروز جنبشی که در کشور ما، جنبش دموکراسی خواهی که در کشور ما در جریانی که موسوم به جنبش سبز هست، شما این جنبش رو به وجود آمده یا برگرفته از ادامه مبارزات سازمان‌های دموکراتیک و اینجاهای مستقل قلمداد می‌کنید؟ من فکر می‌کنم که پیش از این مبارزات، پیش از تمام این ارگان‌ها شروع شده، چون با حضور جمهوری اسلامی بزرگترین حق و حقوقی که ضایع شد در اجتماع حق و حقوق زن بود و زنان ما با تمام سختگیری ها در حال پیش رفتن هستند و امروز شایسته سالاری خودشون رو به اجتماع نشان دادن که می توانند در آینده ایرانی آزاد نقش مهمی رو بازی بکنند. همان گونه که خانم صدر در یک مصاحبه با بی بی سی اظهار عقیده میکنه که زنان در خیابان و در تظاهرات پیشگام و حضور فعال دارن ولی اونها در رهبری دیده نمیشن، دیدگاه شما و نظر شما در رابطه با حرف ایشون چی است؟ البته ایشون حق دارن، چون اجتماع بسته ایران هنوز حضور زن رو در جایگاه بالا نمی بینه یا جایگاهی رزرو برای آنها نکردن و این زنهای ما هستند که باید با خواست خودشون به مقام بالا و به پست‌های کلیدی دستیابی پیدا بکنند و من مطمئن هستم که زنهای ما خواهند رسید به این خواست خودشون. همچنان که اطلاع داری، نمیشه جنبش سبز و یک تعریف مشخص ازش کرد از لحاظ سیاسی، چون طیف‌های گوناگونی از اصلاح طلب تا سرنگونی طلب در این جنبش جای گرفتن، ولی به هر حال آقای موسوی و کروبی رهبری یه بخشش رو بر عهده دارن یا حداقل این ادعا میکنن. حالا بعضیا میگن بچه‌ها اونها رو دستاویز قرار دادن. زنانی که خواستار رفرم عمیق یا تغییرات بنیادی در ساختار حکومتی هستند، میشه در چارچوب فکری و ایدئولوژی کسانی چون موسوی و کروبی که ادعا میکنن جمهوری اسلامی، نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر، خواستهای خودشونو در اون چارچوب بیابند؟ مطمئنن ما خواستار جدای دین از سیاست هستیم، نه جمهوری اسلامی. اما زنان ما امروز در حال پیشرفت هستند و مطمئنن خواست زنان ما نشان خواهد داد که با تئوری امروز آقای موسوی و کروبی همخوانی نداره و اگر قرار باشد کسی خود را تعویض بکند، در اندیشه خود
یک بازنگری بکنند. آقای موسوی و کروبی هستند، زیرا زنان ما بیش از حق و حقوقی که جمهوری اسلامی یا اسلام برای آنها تعیین میکنه خواستار هستند. نقش مردان آزادیخواه دموکرات در این مبارزه و در راستای تحقق خواستهای برحق زنان میتونه چی باشه؟ زنان، مردان ما اگر واقعا تحول پذیرفته شدند، باید جایگاه زن رو بهش احترام بذارن و زن رو به عنوان یک جنس درجه دو نپذیرند و احترام به خواست آنها بگذارن تا آنها نیز پیروز باشند، زیرا پیروزی ایران عاری از پیروزی زنان ما نخواهد. زن بودن میتونه چه نقشی داشته باشه در رابطه با اینکه تمام زنان با افکار متعدد و گوناگونی که دارن دور همدیگه جمع بشن و این چه اهمیتی برای پیشبرد مبارزه زنان در راستای تحقق خواسته های اونها میتونه داشته باشه؟ بله، زنان ما در حال حاضر دنبال حق زندگی هستن در ایران. در نتیجه این حق زندگی یعنی الفبای برابری با مرد. در نتیجه آقایان که احساس میکنند وجود زنان رو در اجتماع میتابند، باید کمکی باشند برای پیشرفت زنان ما، زیرا قدرت و دانسته های زنان ما امروز در اجتماع ایرانی کاملا ندید گرفته میشه و زنان ما جایگاه خودشون رو ندارن. ولی همونجور که شما میدونین، دانشگاه های ما پر از زنانی هستن که به علم و هنر خودشون رو مزین میکنن و مطمئن هستم در آینده ایران آزاد نه تنها مردان را پیشی خواهند گرفت، بلکه جایگاه بالایی خواهند داشت در اجتماع. و این رو ما نباید ندید بگیریم، زیرا قدرت‌های زنان ما امروز کاملا پیشرفته و علمی میباشه. یه دیدگاه در میان مبارزین زنان وجود داره که میخواد مرد رو به عنوان دشمن زن قلمداد بکنه، در حالی که عامل بازدارنده پیشرفت جامعه چه برای مرد چه برای زن که مسلماً برای خانم ها بیشتر هست، فرهنگ و فرهنگ ارتجاعیست که در یک پروسه تاریخی و اجتماعی صورت گرفته. دیدگاه جنابالی سرکار خانم در این رابطه چیست؟ همونجور که فرمودین، این نگاه یک نگاه ارتجاعی بیشتر نیست، بلکه یک ایرانی آزاده از جمله مرد یا زن باید برای یکدیگر جاده را باز و راحت و سهل بکنند. ما هدفمان آینده ایرانی آزاد، نه جایگاه زن و یا جایگاه مرد. ما باید مکمل یکدیگر برای رسیدن به یک ایرانی آزاد با ملت‌های مختلف ایرانی باشیم. برای پیشبرد این مبارزه، این مبارزه‌ای که وجود داره، چه باید کرد و زنان باید در چه راهی پیش برند؟ زنان ما، مردان ما دست در دست هم دیگه با شایسته سالاری باید پیش برند و بتوانند ایران رو از دست کسانی که از ایرانیت چیز زیادی نمیدانند نجات بدن و برای هم احترام قائل باشند و بدونند ایران برای آنهاست و متعلق به آنهاست. و افکار ارتجاعی رو باید کنار بذارند. در ایران افرادی زندگی میکنند که ایرانی هستند، نه زنند نه مردند، و ما باید به این ایده آگاه باشیم که ما بدون همدیگر نمیتوانیم ایرانی پر از صلح و عشق و صفا داشته باشیم. آینده این جنبش، جنبش زنان در پیوند با جنبش دموکراسی خواهی چی خواهد شد از دیدگاه شما؟ به چه سمتی پیش میره؟ مطمئنم که زنان ما این جنبش رو، حرکتش رو سرعت خواهند داد و در آینده ایران لیاقت سالاری خودشون رو از خودشون بروز خواهند داد. و ما امیدواریم که زنان ما در کنار مردان عاشق ایرانی آزاد و رفاه برای همگان. بسیار سپاسگزارم. خواهش میکنم. آنچه دیدید و شنیدید مصاحبه بنده رحیم رشیدی با خانم سرکار دکتر
بهیه جیلانی جامعه شناس کشورمون در شهر پاریس بود.